فصل پانزدهم. در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند: چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست‌های خود را نمی‌شویند؟ عیسی با آنان جواب داد: چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را میشکنید؟ مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر او مجبور نیست به این وسیله با آنها احترام بگذارد. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ای ریاکاران، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی که گفت این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم. آنگاه عیسی مردم را پیش خود خوانده به ایشان گفت: به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را نجس می سازد. در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند. و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. آنگاه پتروس به عیسی گفت: معنی این مثل را برای ما تعریف کن. عیسی در جواب فرمود: پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچی از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را نجس می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند. و این هاست چیزهایی که آدمی را نجس می سازند، نه نشستن دست ها قبل از غذا. آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت: ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن. دخترم سخت گرفتار ارواح پلید شده است. اما عیسی هیچ جوابی به او نداد. تانکه شاگردان جلو آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند: او فریاد کنان به دنبال ما می آید. او را بفرست برود. عیسی در جواب گفت: من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. اما آن زن جلو آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد: ای آقا، به من کمک کن. عیسی در جواب او گفت: درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ‌ها بیندازیم. اما آن زن جواب داد: درست است ای آقا، اما سگ‌ها نیز از ریزه‌های غذایی که از سفره ارباباشان می‌افتد می‌خورند. عیسی در جواب به او گفت: ای زن، ایمان تو عظیم است، آرزوی تو برآورده شود. و از همان لحظه دخترش شفا یافت. عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. عده زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاق و کوران، گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او می‌گذاشتند و او آنها را شفا می‌داد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاق را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خوانده با آنان گفت: دل من برای این مردم می‌سوزد.
الان 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمیخواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه ضعف کنند. شاگردان در جواب گفتند: از کجا میتوانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟ عیسی پرسید: چند نان دارید؟ جواب دادند: 7 نان و چند ماهی کوچک. عیسی دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آن که خدا را شکر نمود، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را مرخص کرد و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل رفت.